Today's healthy living will be presented in Persian with subtitles in Arabic, Oleksiz or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. همه ما به هم وابسته ایم. این پیام من هست. واقعا باید بریم آموزش بگیریم، ساده زندگی کنیم، طبیعت رو نگاه کنیم و از طبیعت یاد بگیریم و سعی بکنیم هر روز صبح از خودمون سوال بکنیم چه میتونم بکنم که به سلامت من و به سلامت محیط زیستم و به سلامت حیوانات بتونم کنم. بینندگان شاد، به برنامه این هفته زندگی سالم خوش آمدید. امروز بخش دوم و پایانی برنامه دو قسمتی دیدگاه های پزشک خام گیاهخوار وگان ایرانی امریکایی خانم دکتر زرین آذر از سندیگو کالیفرنیا در آمریکا را در زمینه رژیم غذایی و تغذیه مشاهده می کنید. خانم دکتر زرین آذر متخصص گاستروانترولوژی یا دستگاه گوارش و نیز متخصص هپاتولوژی یا کبد می باشند. دکتر آذر علاوه بر تخصص در این زمینه‌های مرتبط به تغذیه 25 سال نیز خود در این زمینه‌ها تحقیق کردند و عضو دائم انجمن بهداشت ملی و همچنین عضو دائم کمیته پزشکان برای طب مسئولانه یا PCRM هستند که هر دو شیوه زندگانی وگان را توصیه می کند. ایشان از طرف PCRM مدرک استفاده از رژیم گیاهی برای درمانهای بالینی و از طرف Our Place International مدرک درمان طبیعی بدن و روزه گرفتن را دریافت کردند. به دلایل مهم بسیاری دکتر آذر در تجویزهایی که به بیماران می کنند از آنها می خواهند تا از مصرف محصولات حیوانی در رژیم غذایشان پرهیز نمایند. به استثنای شیر طبیعی مادر که تنها منبع تغذیه مناسب برای نوزادان می باشد، باید در تمام مقاطع سنی از لبنیات پرهیز کرد، زیرا مصرف شیر حیوانات می تواند تأثیرات زیان آوری بر روی تندرستی داشته باشد. هر موجودی در طبیعت تا یه دوره خاصی شیر میخوره و اونم دوره در حقیقت نوزادیش هستش. انسان هم در 2 سالگی شیر مادر خشک میشه. این طبیعت هوشمند در بدن ما بلافاصله اون آنزیمی رو که قند شیر رو میشکنه و تجزیهش میکنه رو بلافاصله تولید اون آنزیم در بدن قطع میشه بعد از 2 سالگی و از همونجا هست که خیلی ها به این قند شیر اتفاقا آلرژی دارن و حساسن، چون نمیتونن هضمش کنن چون اون آنزیم وجود نداره و نتیجهش این میشه که دچار نفخ و گاز میشن. بعد بهشون توصیه میکنن که چی، برین آنزیمش رو بخورین به طور مصنوعی که بتونین شیر رو هضم کنید. چرا؟ غذای من شیر نیست. اگه بخوایم علمی تر وارد این قضیه بشیم، دلیل این که طبیعت نخواسته که من و شما بعد از 2 سالگی از شیر استفاده بکنیم برای ترکیبات خاصی که توی شیر وجود داره، فاکتورهای رشدی توی شیر وجود داره که برای رشد بچه لازمه، ولی بعد از سن 2 سالگی برای من و شما نه تنها لازم نیست بلکه زیان آوره. چرا؟ چون به تولید سلولهای سرطانی کمک میکنه، به رشد سلولهای سرطانی کمک میکنه. الان که تحقیقات بسیار زیادی هم شده که گفته میشه کسانی که دیابت نوع اول رو، دیابت نوع 1 رو حتی دارن، اینها در حقیقت از شیر درش دخالت هایی داره، مصرف شیر گاو درش دخالت هایی داره. و مسئله دیگه هم که در مورد شیر هست، خب پاستوریزه کردنش و هوموجنیزه کردنشه که خودش یک پروسه کلی میره توی یک پروسه کلی تغییرات شیمیایی و تغییرات مواد غذایی میره. دکتر آذر در مورد این سوء تفاهم صحبت میکنند که عموم مردم باور دارند شیر یک منبع خوب برای کلسیم است. در مورد کلسیم خیلی جالبه که بدونیم که اتفاقا پروتئین های زیاد، به خصوص پروتئین های حیوانی، بدن رو اسیدی میکنند. بدن انسان باید اندکی آلکالی یا بازی باشه. وقتی بدن اسیدی میشه، دوباره این بدن هوشمند ما برای اینکه محیط رو مساعد بکنه برای فعل و انفعالات و
در حقیقت سوخت و ساز و فانکسیونی که بدن ما ارگانهای مختلفش دارن چیکار میکنه؟ میاد از استخوانها کلسیوم رو استخراج میکنه که وارد خون بکنه که محیط رو آلکالی بکنه. چرا؟ چون کلسیوم آلکالی کننده بسیار خوبی هست و در این حال راحت ترین وسیله هستش که در اختیار بدن قرار داره که بتونه از استخونها اینو بیاره بیرون بندازه توی خون، از طریق کلیه دفع میشه. بنابراین این بحث که شیر در حقیقت برای کلسیوم و برای پوکی استخوان خوبه، نه تنها افسانه‌ای بیشتر نیست، بلکه کلن متضاده. یعنی هرچی یک فرد بیشتر شیر میخوره یا بیشتر مواد حیوانی مصرف میکنه، بیشتر خطر ابتلا به پوکی استخوان رو خواهد داشت. آمار کاملا نشون میده امروز به وضوح کشورهایی که بیشترین میزان، مثل کشورهای اسکاندیناوی، بیشترین میزان مصرف مواد لبنی رو دارن، بیشترین میزان پوکی استخوان درشون دیده میشه. تخم مرغ بسیار برای بدن ما مضر است. برخی از عواقب مصرف تخم مرغ چیستند؟ در مورد تخم مرغ همون نظری رو دارم که در مورد مصرف گوشت دارم و در مورد شیر دارم. نه تنها نیازی بهش نداریم، کلسترولش بالاست، بسیاری در خودش مواد در حقیقت آنتیبیوتیکا و استیروئیدها رو اون هم در خودش، همونطور که گوشت مرغ در خودش داره، تخم مرغ هم داره. ولی علاوه بر کلسترول، یه ماده حیوانیه، محیط بدن رو اسیدی میکنه، هضمش مشکله، هضمش به اندازه یه هضم مواد گیاهی آسان نیست. در نتیجه، و چرا بخورم سوای همه این چیزا، چرا غذای طبیعی من رو که در روی این بهشت زمینی برای من از ابتدا گذاشته شده، چرا اون رو نخورم؟ سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که بیش از 1 میلیارد نفر از بزرگسالان در جهان اضافه وزن دارند و 300 میلیون از آنها دچار چاقی مفرط می باشند. اگر وزن شخصی بیش از حد مناسب باشد، به طور چشمگیری موجب افزایش ابتلا به بیماری های حاد می گردد و انتخاب های غذایی ما تأثیر فراوانی بر روی وزنمان دارند. پرخوری و زیاد خوردن، البته من فکر می‌کنم بیماری، بزرگترین بیماری قرن ماست. ولی شاید بشه به طور خلاصه گفت که بزرگترین دلیل پرخوری، علاوه بر استرس ها و بیماری های روانی و استراب عمومی بشر که در این قرن بشر دوچارش هست، میشه گفت که به دلیل اینه که به خاطر تغییرات شیمیایی متفاوت مواد غذایی دوچار تغییرات شدن و بسیاری از مواد اصلی خودشون رو که در اثر پخت و پختن از بین رفته دیگه به بدن ما نمیتونن برسونن، بدن مدام نیاز به این داره که این مواد رو از یه جایی بگیره. برای همین میبینیم کسانی که اتفاقا روی مواد غذایی آماده، بسته‌بندی های آماده، کنسرف ها، یا میشه گفت در حقیقت نازل ترین نوع تغذیه هستن، مرغ‌هایی که توسط هورمون‌ها پرورش داده شدن، مواد گیاهی اگر بخورند، سیب زمینی‌هایی هستش که با توسط مواد شیمیایی بزرگ شدند، می‌بینیم که بیماری‌های مختلفی که امروز بشر دست به گریبانشون هست در اونها دیده میشه. اضافه وزن، بیماری دیابت، کلسترول بالا. اکنون پیام کوتاهی خواهیم داشت و وقتی به برنامه زندگی سالم بازگردیم، سخنان بیشتری از خانم دکتر آذر را خواهیم شنید. لطفاً با سوپریم مستر تلویزیون همراه بمانید. بسیار تبریک میگم به شما به خاطر اینکه 4 سال، 4 سالگردتون هست. بسیار شبکه تلویزیونی خوبیه، از نظر تبلیغ و ترویج گیاهخواری، از نظر عنایت و توجهی که به محیط زیست داره و از نظر آموزشی که به
سعی میکنه به مردم دنیا